درود و سلام خدمت از آن، خوش آمدین. یه سری چیزای روی کاغذ یادداشت کردیم، اینا رو میخوام بگم. خانم راندا برن میگه که اگر رفتی پیش یک مریض ملاقات، باید برای شاد کردنش بری، برای که حالش خوب بهتر کنی، یک نفع برسونی. حالا فقط مریض نیست، هر جا هر کسی. وقتی که اگر نمیتونی این کار رو بلد نیستی، نرو اصلا، چون رفتن فایدهش که ضرر بیشتره. مثلا اون بذار به حال خودش، از اینکه نفعی نمیتونی برسونی. خب این دیگه در مورد نگریش میخوام بگم. نگریش یعنی چی؟ نگریش یعنی اتیتود، طرز فکر یا اون گونه که ما به جهان میگیریم. البته اینا هم هست، اما بیشتر نگریش یعنی تصاویر، یعنی تصاویر و احساس فکر و احساس و اقدام. این میشه نگریش که ما سریع انتخاب کنیم و انجام بدیم. ادبیات تبدیل به احساس بشه و حرکت. این معنی نگریش. بر حال دیگه در مورد هدف گذاری، ما اول باید پرادیم شیفت باید بکنیم، اون وقت هدف گذاری خیلی آسون میشه. میفهمیم که او چیزی که میخواییم باید برسیم. از مثلا میگه what do I do, why do I do. ما یک کار وقت هدف گذاری میکنیم، چرا میخواییم، یا چه اول چی رو میخواییم، بعد چرا اونو میخواییم، یا تاش به کجا میرسیم. همین این سه تا رو داشته باشی دیگه، اصلا خودش هم انگیزه هست، هم همه چیز هست دیگه. هدف یعنی تصاویر دیگه، خودش همه کارا ردیف میشه دیگه. اگر لرزی به درسی باید انجام بدی دیگه، اون حتما ارزش رو داشته که تو هدف گذاری کردی. هدف دیگه در طول مسیر اصلا نگرانی چیزی نباش، باید هدف گذاری، اصلا هدف از هدف گذاری فقط لذت بردن و حال کردن و اینایه. همش مثلا در مورد حتی در آها سب کو اینجا در مورد فرزند، تربیت فرزند بگم. میگه از لقمان از پرسیده، میگه که ادب از کی آموختی؟ گفته از بی ادبان. یعنی کارهایی که اونا میکردن فقط ما نکنم، یعنی ادب، یعنی عکسش، مثلا طوری که ما از حالا اطرافیان ما چی یاد گرفتیم در مورد عزت نفس، اعتماد به نفس، ما حالا برعکسش انجام بدیم. چون ما چیز خوبی نیاموختیم که ما دقیقا امور انجام بدیم که همو بشه عزت نفس یا اعتماد به نفس یا فراوانی. برای ما هیچ وقت یاد نداده که فراوانی رو، اعتماد به نفس، عزت نفس، اینا رو یاد ندادن. دقیقا نگرانی رو، خب باورهای سازنده رو یاد ندادن. مثلا مقایسه کردن یاد دادن. برحال در یکی در قسمتی بچه ها، ما باید غیر از اینکه درس میخونه سعی کنیم حتما یک حرفه یاد بگیره. دنیا شده دنیای حرفه، یک مهارت رو در کنار درسش بخونه. اسمش چیه اون؟ جک ما. این خیلی آدمی که الان دیگه ثروتمندترین آدمی چینی الان بین المللی هستش. میگه ما خیلی اصرار ندارم که بچه ما یا پسر ما، حالا فرض نمون دختر ما، نفر اول در مدرسه باشه، نفر دوم باشه، سوم باشه، اما یک مهارت حرفه‌ای بلد باشه که هم از لذت میبره از اون مهارتش که انجام میده، هم پول در میاره،
نمیخوایم دو فره مهارت، سه مهارت، چهار مهارت یاد بگیره، ف یک مهارت ولی خوب. این خودش از انجام امو کار لذت میبره، هم پول در میاره، هم میفهمه زندگی چیه. خب پس چون دنیای امروزی مهارت محور واقعا اینطوری شده دیگه، دیگه اینکه کشف کردن خود برتر، ما بنویسیم خود ما را تجزیه تحلیل کنیم، سبک سنگینیم که هر چند وقتی خود ما رو مانیتور کنیم و خود ما رو اگر مقایسه هم کردیم با دیگران، نه با خود ما، با دیروز ما مثلا مقایسه کنیم که چقدر ما بهتر شدیم، ما از هر لحاظ، از لحاظ رسیدن به هدف، از لحاظ که هدفایی که داشته چقدر محقق شده. و یکی از چیزایی که خیلی مهمه که ما بسیار دنبال اخبار اولا اصلا نباشیم، وقتی که اخبار چیزی رو هم شنیدی اصلا خودت درگیر نکنی، احساسی درگیر نکن، فقط حالا جهت اطلاع خوب یک چیزی خبر شدی، خوب خوبه، حالا ای که احساسی درگیر کنی حالت بد بشه اصلا نه، تو باید اینقدر توانمندی رو داشته باشی که حالت رو بد نکنی، یعنی نباید هر چیزی حالت رو بد کنه. اینطوری اگر هر چیزی حالت رو بد کنه، خب پس فرد ضعیف، یعنی نتون آدم احساس را در کنترل داشته باشه یا یک خبر علیکی به هم بریزه، نه، اینقدر آدم قوی و قدرتمند باشه که اخبار خبر اگر اولا توجه نکنه، اگر جایی که لازمه خب، اگر به جهت اطلاع، فقط جهت اطلاع خب اونو گوش کنه یا بشنوه یا ببینه، اما ازش بگذره دیگه، احساسی اصلا درگیر شدن خوب نیست، به ضرر ماست. چیزی که حالت رو بد کنه خب پس چرا؟ خب به هر حال اینها چیزای خیلی مهم هستش که ما باید چی چیزا مثلا حال ما را خوب میکنه، مثلا با مدیتیشن کردن، و مثلا یکی بعض وقت ها مثلا کاری که انجام میدیم میترسیم، اما ترس ما کار کنیم که تبدیل به باب میگه، ترس ما تبدیل به هیجان بشه، این جور ما قد کار کنیم، قد که نهی که همیشه در ترس بمونیم، این خیلی این کار عمیقه. هر موقع پس به این مرحله برسیم خیلی کار کردیم که خیلی میترسن انجام نمیده، نه، میگه تو اونقدر اینو انجام بده، تکرار کن که اون ترسیت به اکسایتمنت تبدیل بشه. خب هدف در مورد بزرگ شدن، چطوری ما رشد کنیم، بزرگ بشیم، هر روز قابلیت رشد داشته باشیم، هر روز کیف کنیم، حال کنیم و دیگه حال ما رو بد نکنیم، یعنی حال ما رو بد کنیم یعنی قربانی هستیم. چرا ما پس قربانی باشیم؟ این خیلی مهمه. آیا تو تا حالا احساس قربانی بودن کردی؟ برای ما کامنت کن. ممنون، خدا بشم.